دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، براتون آرزوی موفقیت و ثروت دارم. امروز میخواییم راجع به نظریه تعادل بگذارین راجع به آقای جان فوربز نش به شما یکم توضیح بدم. آقای جان فوربز نش در سال 1926 به دنیا آمد در آمریکا و سمت‌هایی در دانشگاه بریستون، ام‌آی‌تی و اینجاها داشت به عنوان استادیار و تا پروفسور، و بعد دچار بیماری به اسم کاملا اعصابش از دست داده بود و دچار بی‌اعتماد به نفسی بسیار مزمن شده بود و این طوری شد که تا 30 سال، تقریبا 30 سال این قضیه ادامه داشت و دشمنهای خیالی و پروژهای خیالی در مغزش میپروراند و باعث شد که حتی از خانومش جدا بشه. عرضم به حضور شما ایشون 2 تا پسر داره و نظریه تعادل یکی از مهمترین نظریه ایشون هست در زمینه، و یک تئوری دیگه هم البته قبل از ایشان بود به اسم تئوری اف گیم، نظریه بازی ها که کاربرد فوق العاده ای در صنعت، در تسلیحات، سیاست، اقتصاد و میشه گفت در کلیه بخش های زندگی بشری این نظریه بازی ها کاربرد داره. و ایشان در این قسمت که در حقیقت دیولیپر یا گسترش دهنده این نظریه بازی ها بود، نظریه حرفای خیلی جالبی داره، نظرهای خیلی جالبی داره. در این قسمت میخوایم در قسمت صحبت بکنیم با شما که اصلا تعادل نش چی میخوای به ما بگه و چی کاربرد در زندگی ما داره. ببینید دوستان، قضیه از اونجایی شروع میشه که میگه که اگر شما در اجتماعی زندگی بکنید، اجتماع، من همونطوری که خدمت شما عرض کردم نظریه بازی ها و تعادل نش در تمام جنبه‌های زندگی ما کاربرد داره. خب متاسفانه بدی این هست که همیشه اساتید دانشگاه ها و پانتون ها فقط آمده در بخش ریاضیات مشتق و دیفرانسیل و امثالین ها صحبت کرده، این نظریه را هم گاهن توضیح داده، ولی هیچ موقع نیامدن کاربرد های اقتصادی آن را به ما توضیح بده. و مهمترین بخش زندگی ما که اقتصاد ما هست و این نظریه در قسمت اقتصاد فوق العاده غوغا کرده بود که آقای جان نش باعث شد که جایزه اقتصاد نوبل رو بگیره و چندین اواردهای دیگه دریافت کردن اینا، و حتی فیلمی به این قسمت هست به اسم Beautiful Mind و کتابی در این زمینه نوشته شد به اسم Beautiful Mind که هم شرح بر زندگی نامه ایشان هست و هم شرح بر نظریه تعادل و سایر کارهای ایشون. همونطوری که خدمت شما گفتم، نظریه نش بیان میکنه که اگر در جامعه رو مثلا در بخش اقتصاد در نظر بگیرید، در بخش اقتصاد دو تاجر رو در نظر بگیرید که با همدیگه معامله ای میخوای بکنه، و البته در این معامله باید قوانین بازی رو خدمت شما من شرح بدم که در تئوری اف گیم نظر بر اینه که شما 3 عامل در بازی دارید. عامل اول عوامل انسانی هست که فکتوری مهمی هست، و فکتور دوم یا عامل دوم نتایج، و فکتور یا عوامل سوم کنش ها یا تصمیم هایی که نسبت به همدیگه میگیره طرفین بازی این هست. یعنی 3 عامل شد: اول عامل انسانی، دوم عامل کنش ها یا تصمیم ها، و سوم نتایج یا آوتکمی که قرار از این معامله به دست بیایه.
حالا اگر این دو تا تاجر بخوای وارد معامله بشه، این معامله قرار هر دو تا به سود برسه. اگر این سود طوری باشه که هر دو طرف نفع ببره از این سود و هیچ یک متضرر نشه، بلکه هر دو تا از یک معامله تجاری سود ببره، که امروزه بهش میگه وین وین یا همون معامله برد برد، در این صورت تعادل نشه، یعنی کاری کردن که تعادل برقرار شده، تعادل به شکل طبیعی و نوع گیم به شکل صفر صفر هست، یعنی هیچ کسی متضرر نشده و نتایجی که هم قرار بوده بگیره از این معامله تجاری هر دو طرف مستفید شده. ولی اگر یک طرف معامله مستفید بشه و یک طرف معامله مستفید نشه، مثلا نظر بر اینه که میگه اگر چیز رو شما به دست بیارین، به این معنی است که طرف مقابل چیز رو از دست داده، در این صورت معامله صفر یک، یعنی گیم یا بازی از نوعی صفر یک، یکی برنده و یکی بازنده. ولی در این بازنده و برنده چیزی هست، باز ما ناگزیر هستیم به تعادل برسیم، یعنی دنیا کارش بالانس کردن تا متعادل سازی هست که باید همه چی به تعادل برسه، که حتی این نظریه داروین هست، بعدا هم صحبت میکنیم راجع به نظریه آقای آدم اسمیت پدر اقتصاد مدرن، که همه اینا حول یک محور میچرخه و چرخش این محور هم تعادله. پس کسی که باخته باید به تعادل برسه و کسی که هم برده باید به تعادل برسه. حالا این تعادل امکان داره در معاملات بعدی متبلور بشه، یا امکان داره از طریق قوانین طبیعی متبلور بشه که طرف بازنده یا سودی بکنه از خود اصل معامله، یا سود دیگه بکنه از معاملات بعدی خودش، که ما در زندگی بهش میگیم درس. یعنی به همین خاطر شما هر شکستی که در زندگی میخورید باید به چشم یک درس و تجربه مد نظر بگیرید، نه به عنوان یک شکست، چرا که شکستی وجود نداره. شما هر شکستی که قرار بخورید، در هر معامله قرار فیل بشید، به این معنی است که یاد گرفتید. اگر آدمی عاقل باشید یاد میگیرید. بنان ایشان اگر اینجا ضرری کرده در این معامله، طرف دیگه برده، در حقیقت کسی که ضرر کرده باید به تعادل برسه. این تعادل یا از طریق معاملات بعدی هست که طرف از این معامله یاد گرفته و در معاملات بعدش این ضرر رو جبران میکنه به تعادل میرسه، یا با این طرف مقابل. بالاخره گردش روزگار ما از قدیم گفته که کوه به کوه نرسد و آدم با آدم رسد. از طریق معاملات بعدی با خود این فرد، مستقیم یا غیر مستقیم، این تعادل برقرار بشه. و ما در دنیای زندگی میکنیم که بالاخره تعادل باید برقرار بشه. نتیجه اینه که ما اگر بیم حق کسی رو بخوریم، اگر بیم در حق کسی اعمال کاری بکنیم، اگه بیاییم کار زشت و ناپسند در حق دیگران بکنیم، یا برعکس کارهای نیک و پسندیده در حق دیگران بکنیم، منتظری قانون تعادل باشیم. یعنی این قانون حتما دامن ما رو میگیره و بالاخره تعادل برقرار میشه. حالا بیاییم از نظر مذهبی بس بکنیم، همین قانون تعادل رو بهش میشه گفت عدالت. عدالت، عدالت خداوندی. یعنی چی؟ یعنی که دو کفه ترازو باید برابر بشه دیگه، و خود دنیا، خود طبیعت، قوانینی که در طبیعت حاکم هست این تعادل رو برقرار میکنه بدون هیچ زحمتی. جالبه، خیلی جالبه. اگر میخوایم از نظر قانون روانشناسی بس بکنیم، بهش میگه قانون کارما. یعنی هر کاری که ما میکنیم، نتایج اون کار
دیر یا زود به ما برمیگرده. چرا به ما برمیگرده؟ مطابق با نظری فیزیک، و فیزیک چنین نظری داره که تمام اشیایی که در دنیا هست، تمام افکاری که در دنیا هست، همه انرژی از انرژی به وجود اومده و خود انرژی از بین نمیره و ناگزیر به منبع بازگرده. این نظر فیزیک. پس قانون کارما مطابق نظر فیزیک و دانشمندای فیزیک، پس این انرژی باید به سورس یا منبع اصلی خودش برگرده. وقتی به سورس برمیگرده، اگر ما کار بدی کرده باشیم، پس این کار بد در دنیا میچرخه تا برگرده به منبعش. منبعش کیه؟ ما هستیم. من تو، احمد، محمود یا هر کسی که این انرژی رو به کائنات فرستادیم یا این باعث آزاد شدن این انرژی شدیم، باید این انرژی برگرده به منبع. وقتی این انرژی برگرده به منبع، قانون کارما اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی که اگر کار خوبی کردیم، هم نتیجهش برمیگرده به خود ما بالاخره. اگر کار بدی کرده باشیم، هم نتیجهش برمیگرده به خود ما. و دقیقاً قانون تعادل نش همین نظریه است، یعنی بر اساس همین نظریه است، یا اون نظریات فیزیک و امثال اینها بر اساس اینه. من دقیقاً اینجا رو مطمئن نیستم، ولی بالاخره دنیا یک قانون اساسی داره که همه این قواعد و تئوری ها بر اساس قانون اصل دنیا طراحی شده و فراتر از اون نیست. در نتیجه نش اکلیبریم بیان میکنه که دنیا در حال تعادله، در هر معامله تعادل برقرار میشه، در هر بازی تعادل برقرار میشه و ناگزیر برقرار میشه. و حرف آخر این که دوستان، پس مطابق این نظریه بیایم کارهایی رو انجام بدیم که اگر قرار باشه تعادل برقرار بشه، تعادل به نفع ما باشه، ما زینفع اصلی ما باشیم. یعنی چی؟ یعنی که ما سود کرده باشیم، کار خوب کرده باشیم که سود کار خوبمون به ما برگرده، انرژی مثبت رها کرده باشیم که این انرژی مثبت به ما برگرده و ما مستفید اصلی قضیه ما باشیم. و باعث بشه خودمان، دیگران از معاملات، ترانزکشن هایی که ما قرار انجام بدیم، اینترچینج هایی که قرار با افراد انجام بدیم، از اینا سود ببریم و نیاییم انرژی منفی و معاملات برد باخت با کسی انجام بدیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از ثروت، پر از نعمت، ما هیچ نیازی به کلاهگذاری، هیچ نیازی به این نداریم که چیز رو از دست کسی بگیریم تا اون نداشته باشه و ما داشته باشیم، یا او داشته باشه ما نداشته باشیم. اصلا چنین چیزی نیست. دنیا پر از ثروته. به تعدادی آدم‌های دنیا میتونه میلیاردر وجود داشته باشه، به شرطی که خودشون بخواد، به شرطی که خودشون درخواست بکنه. و این اتفاق خواهد افتاد روزی. هر روز ثروت، نعمت، فراوانی بیشتر میشه در دنیا، نه کمتر. این رو تاریخ ثابت کرده. شما کافیه خودتون رو با 20 سال قبل مقایسه بکنید، کافیه شما خودتون رو با اجدادی 70-80 سال قبلی که فعلا احتمالاً فوت شده مقایسه بکنید. خیلی زندگی شما تغییر کرده، خیلی مثبت‌تر شده. پس ما چیزی به اسم کمبود در دنیا نداریم که نگرانی کمبودها باشیم در دنیا، بگیم که خب ما کمبود داریم و ناگزیریم این کمبود رو از کسی دیگه جبران بکنیم، از کسی دیگه بگیریم تا اون نداشته باشه، من داشته باشم. چنین چیزی نیست. اگر شما صد خودتون خواسته به این باور برسید که این مثلا پول در دنیا نیست، کمبود پول وجود داره،
من باید پول رو از فلانی بگیرم تا اون نداشته باشه من داشته باشم، مطمئن باشید این ضرر اصلی به خود شما هست، متضرر اصلی شما هستید، نه کسی دیگه. پس فکرای زیبایی بکنیم، همینطوری که از این نظریه من بیان کردم خدمت شما، بیوتیفول مایند که کتاب آقای جان نش باشه و فیلمی در این راستا ساخته شده به اسم بیوتیفول مایند، مطابق این ذهن زیبا و این زندگی زیبا بیایم افکار زیبایی هم داشته باشیم. در جلسات بعدی تئوری بازی ها رو، تئوری اف گیم رو بیشتر باز خواهیم کرد و در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً نظریاتتون رو با ما شریک بکنید. اگر اهدافتون رو همونطور که قبلا خدمت شما بیان کرده بودم ننوشتین، حتما روی کاغذ بنویسید، چرا که نوشتن اهداف تقریبا نصف از راه است، به نظر من نصف از راه هم بیشتر، چرا که زمانی که شما میفهمید کجا میرید اتفاقات خیلی خیلی شگفت‌انگیزی رخ میده. پس بیایم که بانی این اتفاقات شگفت‌انگیز باشیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار شما.